بریم با هم مضمون 120 رو نگاه کنیم البته توی قدیمیش من مطالعه و شما تفسیری الان میبینم دارید نگاه با. کنیم که واقعا افرادی که در هیله هستن و با هیله گری سعی میکنن کاری رو انجام بدن من. نمیتونن توی جایگاه درستی باشن و ما میبینیم که متاسفانه نظام اسلامی که ریشش از هیله هستش دروغی هستش همه ما به نوعی میدونیم دیگه بهم. حتی دروغ مسلحتی رو ما میبینیم توی اسلام به ما آموختن و بهم. همچنین در اسلام ما داریم میبینیم که قانونی هست که برای نجات خود اسلام ما میتونیم دروغ بگیم حتی ما که نه مسلمون ها یا دولتمندان اسلامی میتوانند دروغ بگن و در طول تاریخ از این دروغ ها بسیار گفتن مثلا محمد بهم. قرار بده بکشنش از جاش بلند میشه علی میده که چی بشه؟ تو اینقدر از نظر روحانی قوی نبودی محمد که بشینی و برفرض بگی حالا فرشتگان از من موازی باید میکنن علی رو میذاره حالا حالا همین هم خوش دروغه و یه داستان دیگه است اما میخوام بگم که همش دروغ همش حق بازیه عزیزان و جمهوری اسلامی در طول این چهل سال به پیروی مکتب اسلام در, در دروغ و کلک و حق بازی بوده باید به خودت آمان. یه خورده تلخ میشیم به طور خاص تو هم وطن عزیزم که مسلمان هستی هرگز تحمل چه این صحبت هایی که موقعی که من مسلمان بودم نداشتم اما شرایط امروز شرایط دیگه ای شده آگاهی رسیده بیدار شیم بیدار شیم ایرانی ها آگاهی الان هست بهانه نداریم دلیل نداریم نمیتونیم بگیم که زمان ما نبود چنین چیزی چرا الان هست اینترنت هست اینستاگرام هست شما دارید میبینید اون قرآنی که یه زمانی میافتاد زمین هم بزنش خود من بچه بودم مادرم به من میداد میرفتم خورما میگرفتم پخش میکردم حالا داریم میبینیم توی کمپین قرآن سوزی ایرانی ها دارن قرآن رو میسوزن هیچی هم نمیشه تازه آزادم میشه چیه؟ یه مش جملاتی که پر از خشم هست درش و میگه بکش اون کافره اون نجسه زن تو بکش زن تو بزن شما ببینید باب سوره نسا رو نگاه کنید چقدر بر علیه زن صحبت میکنه چقدر بر علیه دیگر باوران به عنوان کافر و نجس صحبت میکنه این اندیشه اندیشه ای نیست که از طرف خدا بیاد که خدایی که گفته من انسان رو آفریدم شکل خودم بشه و مقدس باشه خدای قدوس میخواد انسان مقدس بشه و چگونه میتونه ما بگیم خدایی هست که انسانی که آفریده حالا میگه این نجسه خب خدا نمیدونه این نجسه چرا باید به دنیاش بیاره چه گناهی کرده اون بچه که با یک باور دیگه توی خونه به خدا و این گونه نگاه نمیکنه پس اگر مذاهبی هستن این گونه نگاه میکنن از طرف خدا نیست عزیزان باید با هوشیاری به اون توجه کنیم بشنویم لطفا مزمور 120 دو. ممنون میشم وقتی در زحمت بودم از خداوند کمک خواستم و چقدر خوبه که امروز اولین قلم روی ما قدم فهم. ما این باشه که از خدا دست یاری بخوایم آمین. خدایا ما چگونه از این زحمت رهایی پیدا کنیم حالا این زحمت چی هست بله و او به داد من رسید آمین که او میرسه به داد قوم اسرائیل رسیده به داد تمام ملت‌های که امروز اکثرا مسیح هستن رسیده ولی آیا مسلمانان جهان میان یه خورده اندیشه کنن حتی قرآن خودشون رو نمیخونن جالب اینجاست فقط میبوسم بله. میذرن رو تاقچه ولی بله. نمی... کاری ندارن باهاش اگر بخونن مانند خیلی از مسلمانان همچون مثل ما آگاه میشیم که این نمیتونه از طرف خدا باشه این آمید. جملات از طرف خدا نیست عزیزان بله ای خداوند مرا از دست دروغگویان و مردم هیلگر نجات بده واو میتونیم بگیم خدایا ما رو از دست نظام دروغگو نظام هیلگر رهایی بده بله آمین ای هیلگران میدانی چه در انتظار شماست ای نظام اسلامی میدونی چه, چه چیزایی در انتظار شما هست هم روی زمین هم بعد از مرگتون چه چیزهایی پس توبه کنید تا فرصت هست توبه کن آمید. ای بسیجی عزیز ای پاس عزیز ای آخوندی که حقیقتا خدا رو دوست داری شاید امروز مثل من خدا رو نچشیدی حق داری اما خواهش میکنم خواهش میکنم اگر بخواید ما برای شما انجیل میفرسیم آمید. روی اینترنت هم هست انجیل رو مطالعه کن اگر حقیقتا انجیل رو مطالعه کنی مطمئن هستم بی طرفانه رو مطالعه کنی هرگز مرید کتابی به نام قرآن و شخصی به نام محمد نخواهی شد این یه بوده بوده دیگه این هست ملتی رو به ظلم و ستم درآوردید که دارن اذیت میشن قبل از اینکه آقای آخوند آقای آخون، قبل از اینکه دیر بشه این لباس عربو از تنت درار لباس ایرانی رو بر تنت کن حالا با همون باورم که هستی به ملتت نشون بده که تو با مردم هستی قبل از این که دیر بشه اینو برای خودت آمین. میگم اینو برای باورت دارم میگم بله تیرهای تیز و اخگرهای دا شما مانند مردمان ماشک و خیمه نشینان قیدار شرور هستید وای بر من که در میان شما زندگی میکنم وای بر این ملت ایران که بخوان بازم تحمل کنن این نظام اسلامی رو اذیت میشید بیشتر از گذشته اذیت میشید باور کنید بیشتر از گذشته اذیت میشید من در کناری که در کلام خدا هستم در دعا هستم در حضور خدا هستم و در طول این سالها خدا نشون داده به حداقل به خیلی از عزیزان که عطایای خدا با ما هستش آمین. و خدا داره از من استفاده میکنه در آمین. کلیسا در خدمتم اما تحقیق در تو مسئله سیاسی هم کردم و همین الان که در خدمت شما هستم آگاهی و اطلاعاتی دارم نسبت به آینده ای ایران از نظر منطقی از نظر منطقی که ایران در شرایط خیلی بدی قرار خواهد گرفت خیلی بدتر از الان میشه مشروط بر این که شما ملت ایران دست به همت بزنید میتونید این شرایط رو به نیکویی تبدیل کنید چگونه همان گونه که یونس از طرف خدا خوانده شد و رفت به نینوا به مردم نینوا گفت مردم نینوا شما در گناه هستید دولتتون توی گناه هستش دست از بود پرستی و گناه و این شهوات وسوسه گناه بردارید تا نجات بده کن تازه اینم نگفت گفت شما از بین میرید ولی میگه اونها چه روز روزه گرفتن پادشاه روزه گرفت توبه کردن و نظر خدا رو عوض کردن خدا گفت نه من برای چی قوم رو این ملت رو باید از بین ببرم حتی این تعجب شد برای یونس کتاب یونس رو بخونید دو سه برگم بیشتر نیستش عزیزان این کتاب رو بخونید یکی از انبیای به اصطلاح انبیای کوچیک میگن ولی کار عظمت خدا رو داریم درش میبینیم مردم خواهش میکنم خواهش میکنم سکوت نکنید بس دیگه منتظر اینم نباشید آمریکا یه کاری بکنه آمریکا داره یه کاری دیگه هم که پرزیدنت ترامپ داره این حرفو میزنه اپوزیسیون هم اینجا هستن واقعا اگر این اپوزیسیون یک دل باشن هر کاری بکنن شما نخواهید کاری بشه هیچی نمیشه هیچی نمیشه باور کنید هیچی نمیشه هم مانند کسی که سرطان داره مریض یا معتاده تا زمانی که خودش نخواد شفا پیدا نمیکنه پس خواهش من از شما این هست خواهش میکنم دست به همت بشید در کنار هم یک دل در برابر این نظام استانی بیستید بله امید. از زندگی کردن در میان این جنگ طلبان خسته شدم بله من... چقدر مبارزه چقدر زنگ میزنیم خدا رو ما اینجا در خدمتتون هستیم برای دعا کردن ولی وقتی یک نفر زنگ میزنه به من اینجا به ما میگه که بله. موقع مالیم بد هستش گرونی هستش من دارم یه دونه گوجه دیگه میرم میخرم در بله. روز من توی وضعیت خیلی بدی قرار گرفتم چیزی که خریدم زده 6 هزار تومن ولی خریدم 50 هزار تومن و دولت نظام دروغگو میگه 12 درصد ما تورم داشتیم توی این مدت 200 درصد هم بیشتره خب تو بی سوادی که بی خودی توی یک جایگاهی قرار گرفتی از نظر امور اقتصادی مردم ما دیگه بی سواد نیستن با مطالعه 20 دقیقه روی اینترنت میفهمن که آیا 12 درصد یا 200 درصد تورم توی ایران هست و این از عدم مدیریت مناسب و درست در ایران بوده هموطن عزیزم حتی اگر ما اینها رو به عنوان ظالمی نبینیم به عنوان بیخردان دیگه نمیتونن باشن بس دیگه خود خمینی هم وقتی که اومد این هیلگر گفت من میرم تو قوم بله خب من در دورانی هستم که اونو تجربه کردم دیگه صحبتاش یاد میگفت میرم تو قوم اما دروغگو بود دیگه دروغ گفت دروغ گفت رفت نشست اونجا تازه گفت زن هم بیان رأی بدن به جمهوری اسلامی رضا سال 1141 خمینی نامه ای نوشت برای محمد رضا شاه که زن نباید رأی بده چرا زنها رو مشغول کار کردی توی اداره جات چرا میگی زنها زن رأی بدن مطابق اسلام نباید رأی بدن چی شد به زمان اینا دروغه همش دروغه هم. خودشون هم نباید. خود خمینی هم نمیدونست شیطان داره گولش میزنه تا تورش کنه برای حلاکت و امروز هم فرزندانش رو فرزندان نوه های خمینی کجا هستن خارج از ایران با ثروت های آنچنانی دارن زندگی میکنن عوض میخوام ببخشید به ریش ملت ایرانم میخندن چون فقط مسئله پول و قدرت بود نه خدمت چه خدمت اصلا به فکر خود اسلام هم نیستن اسلام برای اون اصلا ارزش نداره مذهب و دین توی هموطن عزیزم که خودتو مسلمون میدونی برای اون ارزش نداره اونا توی جایگاه دیگه بودن به داد خودت برس در دعا در همت آمین. بله من سر را دوست دارم اما آنان طرفدار جنگ هستند پس بس... شما را دوست دارید مردم شما دوست دارید که ایران در صلح قرار بگیره آمین. اما اونهایی که طرفدار صلح نیستن به دنبال جنگ هستن قوی ترن قدرت دارن چرا سکوت خداوند از جدون استفاده کرد وقتی که دید قوم اسرائیل متقاعد این شده که دیگه بت پرستی نکنه یعنی الله پرستی نکنه متقاعد این شده که دیگه آمین. اجازه نده ظالمین بر او حاکم باشن خداوند جدون رو انتخاب کرد اول چیکار کرد بت شکست خواهش میکنم زندگی تو تقدیس کن دهانتو تو از نام الله تقدیس کن آمین. الله خدا نیست الله بوت بابای محمد که عبدالله بود هست چقدر اینا دیگه خیلی ساده است یعنی خیلی سخت نیست عزیزان تاریخ اسلام رو بخونیم من مسلمون زاده ای که انقدر به این باور ساده بودم جانم رو برای اسلام دادم دارم اینا رو میگم عزیزان من توی خانواده کمونیست و مسیحی به دنیا نیومدم با تمام آگاهی و دلایل تا بیشتر به تاثیر روح القدس دارم آمی. با تو صحبت میکنم من وطن عزیزم. آمی. زندگی تو تقدیس کن. آمی. از باورهای اسلامی چقدر بی برکتی. چقدر بی این مراسم آشرا تاسوها واقعا عین مراسم هالیوود بود. ها... که اینجا هستش. با این اشکال، با این کارهایی که کردید، کبوتراتیش دادید، تو سر خودتون زدید عین بت پرستا. عین بت پرستا. کمی اندیشه کن برادرم. خواهرم هموطن عزیزم من خدا رو بهتر از تو میشناسم دارم این حرف رو میزنم من خدا نیستم کفر نمیگم این حقیقته تو میخوای صلح بشه اما در برابر تو کسایی هستن که اونها نمیخوان صلح بشه میخوای چیکار کنی میخوای سکوت کنی اونها بر تو بیشتر حاکم میشن بر خانوادت بر فرزندت امروز آب باریکه هست و آب باریکه تموم میشه تا یه زمانی آب باریکه است تموم میشه آبش باریکه تموم میشه هم عزیزم به دنبال این آب باریکه نرو خداوند رودخانه های وسیع میخواد به تو بده دریاها میخواد بده قوم اسرائیل توی مصر به دنبال آب باریکه بودن گفتن میریم ما گل لقت میکنیم یه نون و پیاز میخوریم ولی خدا گفت بزن بیرون از این مصر از این بتخونه از این دنیای جهالت و من به تو میخوام کنعان رو بدم اورشلیم رو بدم شهر سلامتی رو به تو بدم برکت به تو بدم که بتونی زندگی خوبی داشته باشی آمید. این هدف خداوند بود برای قوم اسرائیل آمید. اما خب یه زمان اینها بسته بودن ولی خداوند به توسط موسا قوم اسرائیل رو بیدار کرد بیدار شو هموطن عزیزم آمید. بیدار شو و سکوت نکن بیشتر از این تا کی میخوای تحمل بکنی که جوانان درد برابرت پرپر پر بزنن میگی جوون من نبود جوون ما نبوده توی کردستان جوون ما نبوده توی اهواز توی یک روز پنج شیش هزار نفر رو کشتن از هر ده تا دوست من شیش الا تاشون رو جمهوری اسلامی ادام کرده اونا خواهر و برادر من نبودن چقدر تا کی میخوایم انتظار بکشیم اینجا طرف میخواد بره توی دولت یه کاری بشه سی و پنج سال قبل چپ نگاه کرده به یه دختری حالا اون دختره پیر شده خدا اینم پیره میره شکایت میکنه دولت میسته میگه او, او تو نظر بدی داشتی روی این فلانی نمیذاریم تو دیگه وارد دولت بشی بله. شما ببینید چه انصاف و عدالتی اینجاست تو کشور ما چه انصاف و عدالتی است فیلم کلیپش رو نشون میدن که نماینده های مجلس دارن تجاوز میکنن به دختر مردم هیچ کاری کسی نمیکنه بعد میرن انگشت یک نوندوز رو قطع میکنن دستشو قدر. کی میخواید تحمل کنی این ظلم و ستم رو هم وطنم سکوت بسته بله